در بدن انسان سالم و بالغ همه لنفوسیت های بالغ دارای گیرنده ای آنتیژنی که قدرت تقسیم داشته باشن. خب اینا ببین نگاه کن، ما لنفوسیت بیوتی رو اگه بخوایم نگاه کنیم، اونایی که بخواد آقا بالغ باشه و دارای گیرنده ای آنتیژنی با قدرت تقسیم، یکی بیوتی هستش که خاطر است و یکی هم بیوتی اولیه است. قبوله؟ بریم سراغ گزینه ها. میگه آقا یک در اندام لنفی محل قرارگیری سلول های بنیادی میلوئیدی یعنی مغز و استخوان بالغ میشن. خب تی تو تیموس داره بالغ میشه، ردش کن. دو میگه در گره های لنفی و اندام های لنفی تحال و لوزه ها به همراه ماکروفاژ یافت میشن. میگم گزاره درستیه، اما صرفا محیطش که جایی مثل گره لنفی و اندام های لنفی نیست، توی خون بین خون و لنف هم میتونه در گردش باشه، پس بنابراین ناقص هستش، ردش کن. سه میگه سلول های تمایز یافته ای هستند، تا اینجا درست، که توانایی شناسایی دارن، درسته، مقابله با یک نوع آنتیژن خاص رو هم دارن. خب اوکی، جواب گزینه 3. 4 چی میگه؟ میگه قبل از بالغ شدن وارد خون شده و به قده‌ای در پشت استخوان جناق و جلوی نای، منظور تیموسه. لنفوسیت تی برای بالغ شدن به تیموس میره، اما لنفوسیت بی محل بالغ شدنش مغز استخوانه. یادت باشه نامگذاری اینها تی به علت اینکه در تیموس داره بالغ میشه میگیم لنفوسیت تی، و بی چون در مغز استخوان یعنی بون مرو داره در واقع بالغ میشه، بون مرو با بی شروع میشه، بهش میگیم لنفوسیت بی. این داره تیموس رو میگه ولی بی رو در واقع در نظر نگرفته و جواب میشه گزینه 3.